سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. آن چیزی که تقریبا همه کسانی که در مقابل ایران تعریف میشوند این روزها دوست دارن به پاسخش برسن، رمزگشایی از رفتار ایران هست و رسیدن به پاسخ این سوال هست که ایران چه چیزی در ذهن داره، کدام هدف رو میخواد محقق بکنه و به چه شکل میخواد انجامش بده. گزارشی میخوایم با هم بخونیم از نیویورک تایمز درباره پاسخی که ایران میخواهد تحت عنوان انتقام روی میز بگذارد. بعد میخوایم به قضاوت بگذاریم که چقدر این ماجرا میتواند نزدیک به ماجرا باشد. ابتدای گزارش اومده به این مسئله اشاره کرده، گفته مقامهای ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی روز جمعه گفتند انتظار میرود ایران اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل به تلافی ترور شهید هنیه را به تأخیر بیاندازد تا به میانجیگران اجازه بدهد تلاش های همه جانبه ای را به منظور دستیابی به آتش بس در غزه صورت دهد. ایران میخواد به بقیه اجازه بده تلاش بکنن در غزه آتش بس بشه. اگر ایران به بقیه اجازه داد و تلاش کردن در غزه آتش بس بشه و در غزه آتش بس شد، بعدش چی میشه؟ بعدش ایران میخواد بشینه تو خونش به در دیوار نگاه کنه؟ افکار عمومی ازش پاسخ میخواد. ایران پاسخ خواهد داد، ایران کاری خواهد کرد. اجازه بدید با گزارش جلو بریم ببینیم که اینها چه برداشتی دارن نسبت به سوالهایی که من کردم. میگه هنوز مشخص نیست که آیا این زمانبندی تغییری در ارزیابی ایران ایجاد خواهد کرد یا نه. منطقه به مدت بیش از 2 هفته با استراف و نگرانی در انتظار اقدام تلافی جویانه ایران و متحدش. منطقه در استراف نیست. ملت‌های منطقه ثانیه شماری میکنن برای پاسخ ایران. اینا لحظه شماری میکنن برای اینکه ایران این اقدام رو انجام بده. بله، کشورهای حاشیه خلیج فارس سرانشون به همراه شهرک نشین ها آن کسانی هستن که در استرابن نسبت به آن چیزی که ممکن هست ایران انجام بده. میگه بابت ترور اسماعیل هنیه منتظرن 2 هفته از استراب دارن ببینن چی اتفاق میفته. رهبر شاخه سیاسی حماس و یکی از فرماندهان مقاومت ایران و مقاومت لبنان هر دو وعده انتقام دادند و موجب افزایش نگرانی شدند. پنجشنبه شب در پایان روز نخست گفتگوها اومده اشاره کرده به گفتگوهایی که پیرامون مسئله آتش بس مطرح شده. میگه تماس‌های صورت گرفته بین قطری‌ها و بین طرف ایرانی. به گفته 2 مقام ایرانی و 3 مقام دیگر که مطلع هستند از جزئیات این گفتگوها که نخواستن نامشان فاش شود، نخست وزیر قطر در این گفتگو از ایران خواسته تا با توجه به مذاکرات آتش بس در دوحه از هر گونه تنش اجتناب کند. میگه قطری ها تماس گرفتن با ایران، گفتن آقا شما که 2 هفته است انتقام نگرفتی، ما میخوایم گفتگو بکنی، به خاطر گفتگوی ما انتقام نگیر فعلا که اینا بعدا نیان بگن ایران وسط آتش بس. ما میخواستیم آتش بس بکنیم، من اصلا اومده امضا کنم، ایران خرابش کرد. میگه قطری ها تماس گرفتن با ایران این شکلی بس کردن. این درسته؟ ایران به خاطر اینها مسئله رو عقب انداخته. یک مسئله ساده رو من خدمت شما عرض کنم. در حالت عادی یمنیه از یمن پهباد بلند کرده، پهباد نشسته تو تل آویو، فیلماش هم منتشر کرده، رفته پایگاه ساختمان مورد نظرش رو در تل آویو زده. در شرایط عادی لبنانیه اراده کرده راکت به پرواز در آورده، پهباد به پرواز در آورده، نشسته به اهدافی که مد نظرشه. اینا شرایط خودشون رو غیرعادی کردن، آماده باش دادن، نافهای فلان و فلان جا آوردن در فلان نقطه، نیروهای نظامیشون رو فلان کردن، جنگنده هاشون رو به پرواز در آوردن، بخشی از هواپیماهاشون رو در آسمان نگه داشتن، مدام 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 هی تلاش کردن که مثلا همه رو سرخط نگه دارن. این سرخط نگه داشتن ترجمهش برای ما فرسوده کردن طرف مقابله، ترجمهش برای ما ساییده شدن طرف مقابله. ایران همین رو میخواد. ایران دقیقا به دنبال همین مسئله است. پس اگر حتی این مسئله، یعنی تأخیر انداختن انتقام به خاطر مسئله آتش بس بخشش بوده باشه و ایران به خاطر این بخشش رو با اینها همراهی کرده باشه، باز هم در داخل چارچوب ایران تعریف میشه. به معنای مثلا عقب نشینی یا چجوری بگم، فرو بردن خشم یا چیز این شکلی نیست. نه، یک صبری هست که طرف مقابل را در وضعیت پیچیده تری و فرسوده کننده تری قرار بده حتی وقتش برسد. ادامهش رو ببینیم. میگه به گفته 5 مقام اسرائیلی برآوردهای
دستگاه اطلاعاتی اسرائیل تا روز جمعه نشان می‌دهد مقاومت لبنان و ایران سطح آمادگی واحدهای راکتی و موشکی خود را پایین آوردن. دقیقاً یک روز بعد از این ادعایی که این داره مطرح میکنه، یعنی روز جمعه که این داره میگه، مقاومت لبنان 300 تا راکت چلیک کرده به سمت فلسطین اشغالی با نزدیک 20 تا پهپاد. ای پایین آورده، پس چجوری این کارو کرده؟ برآوردهای اطلاعاتی رژیم نسبت به مقاومت چه در لبنان چه دیگر نقاط دقیق نمیباشد. ادامهش رو ببینیم. میگه این مقام ها افزودن اسرائیل اکنون معتقد است پاسخ ایران و متحدانش که ظاهرا تاکنون چندین بار به تعویق افتاده در تاریخ دیگر انجام خواهد شد. آنها همچنین هشدار دادند که ارزیابی آنها با توجه به سیال بودن تحولات منطقه به سرعت رو به تغییر است. اطلاعات کسب شده در این زمینه پراکنده است و مدام تغییر میکند و ایران و حزب الله به ارزیابی مداوم وضعیت شهرت دارند. میگه مدام داره بازیش رو به روزستانی میکنه. تو بازی که مدام به روزستانی میکنه چندین بار احساس کردیم میخواد حمله کنه، حمله نکرده و الان با این توجه به این مسئله مشخص نیست که چه چیزی در دستور کار داره. بریم ادامهش رو با همدیگه بررسی بکنیم. بله، نگرانی ها از این است که گسترش درگیری ها موجب شود تا خسارات ویران بار در جنگ غزه که تاکنون ده ها هزار کشته و صد ها هزار آواره بر جای گذاشته بسیار گسترده تر شود. حمله اسرائیل به نوار غزه پس از آن اتفاق افتاد که بنابر ادعای مقام های اسرائیلی جنبش حماس در 7 اکتبر حمله کرده به فلسطین اشغالی. میدید من چه نکته‌ای میخوام خدمت شما عرض بکنم؟ گزارش نیویورک تایمز چی داره به ما میگه؟ میگه ایران میخواد حمله کنه به رژیم صهیونیستی. بعد میگه اگر ایران حمله کنه به رژیم صهیونیستی این باعث میشه آدمای بیشتری در غزه کشته بشن. آدمای بیشتری در غزه کشته بشن، یعنی داری به من میگی اگه میخوای آدم نکشیم حمله نکن و پاسخ نده، چون اگر حمله بکنی کشتار بیشتری اتفاق میفته. پس سازمان ملل چیکاره است؟ پس غرب چیکاره است؟ پس کشورهای آمریکایی مسئولیتشون نسبت به مسئله چیه؟ اینها نباید تسلیحات ندن به طرف مقابل؟ نه، ما اصلا این داستانا رو ندونیم که همه سرکاریه. اگه فکر کنیم ما قراره همچین نقشی وقتی که بحرانی هست علیه منافع ما ایفا بکنیم، ما رو اشتباه شناختی. نه، ما کار خودمون رو میکنیم، طرف مقابلا تجهیز میکنیم. تو اگه میخوای از اینا بیشتر بکشیم انتقام بگیر. داره اینو میگه. این گزارش و گزارش های مشابه غیر مستقیم این رو در ادبیات خود، البته غیر مستقیم هم نبود، واضح داره میگه. میگه گسترش درگیری باعث میشه کشتار در غزه بیشتر بشه. اسرائیل که از این ناراحت میشه که سعودی و مثلا امارات و اینا که این خط بهشون بر میخوره، این پیام واضحش به ایرانه. و من خدمت شما عرض بکنم مسئله غزه آتش بس غیر آتش بس به ما ربطی نداره. ما کار خودمون رو انجام میدیم. اگر آتش بس شده بود که هیچ، اگر نشده بود به شیوه خودمون آتش بس رو پیگیری خواهیم کرد و اینم من منطقش رو خدمت شما قبلا توضیح دادم. بریم ادامهش رو ببینیم. اسرائیل و حماس ماهاست به صورت جسته و گریخته در حال مذاکره بر سر یک آتش بس که سه مرحله باشد هستن، که چند ده گروگان 115 گروگان رو گفته که زنده و مرده هستن اینها نجات پیدا کنن. بر اساس بندهای پیشنویس این توافق اسرائیل نیروهایش را از غزه خارج خواهد نمود و هر دو طرف در نهایت به یک آتش بس دائمی میرسن. حالا اومده گفته که توی این قضیه اینها با هم اختلافاتی دارن اما دارن تلاش میکنن بهش برسن. حماس از حضور در دور اخیر گفتگو خودداری کرده و آن را تاکتیکی برای خرید زمان از سوی نتانیاهو دانسته. میگه این داره به اصطلاح خود اون فریب میده رژیم صهیونیستی نخست وزیرش رو، به خاطر این ما دلیلی برای حضور در اینا نمیبینیم. نتانیاهو در هفته اخیر شرایط رو سختگیرانه تر کرده. شرایط مذاکره رو در طی روزهای گذشته هم دیپلمات‌های غربی بارها در تلاش برای کاستن از تنش‌های مورد انتظار بین ایران و اسرائیل در بین کشورهای مختلف منطقه در رفت آمد بودند که تلاش بکنن ایران رو منصرف بکنن نسبت به کاری که انجام. همون مثلث است که برای شما گفتم ها، تو برنامه‌های قبل یادتونه دیگه، گفتم یه مثلث، میگه این مثلث سه تا ضلع داره، ایران رو باهاش مهار بکنیم. این داره به اون اشاره میکنه. در نهایت رسیده به اینجا که وزرای کشورهای مختلف با هم گفتگوهایی داشتن ببینن ماجرا به کجا میرسه و وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته برای نهمین بار از زمان آغاز جنگ غزه در 10 ماه گذشته رفته منطقه غرب آسیا پیگیری کنه ببینه ماجرا به کجا خواهد انجامید. من برای شما ماجرا رو ساده میکنم. ماجرا به اینجا خواهد انجامید که رژیم بتواند بفهمد، فهم بکند، به این درک برسد، به این شعور برسد که دفعه بعدی در قبال ایران بخواد غلطی انجام بده
هزینه ها برای او و شهرک نشین ها ترسناک‌تر خواهد شد. ایران موفق میشه این رو به اینها توضیح بده؟ صبور باشید، میدان آن چیزی که ما بارها تاکید کردیم و جواب مثبت ما را قضاوت خواهد کرد. من طولانی‌ترش نمی کنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کاملتر بشه. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست. اجازه بدید بریم چند تا از پیام های ارزشمند شما دوستان عزیز رو با همدیگه مرور بکنیم. بله، من قبل از اینکه پیام ها رو برای شما بخونم یه تشکر ویژه باید بکنم از هر دوستی که لطف میکنه برای ما کامنت میذاره، با کامنت خودش با پیام خودش کمک میکنه که دوستان دیگر هم نوع نگاه ما رو کمی دقیق‌تر در کامنت ها هم بتونن بخونن، باش همراه باشن. یک نمونه از کامنت ها رو میخونم. رفیق عزیز گفته سلام آقای تلگر، من همیشه برنامه شما رو هر روز کامل میبینم، بیشتر سیاسی بوده با موضوع داخل و خارج ایران و منطقه، همیشه در هر اتفاقی که ایران و منطقه افتاده منتظر برنامه شما بودم تا متوجه شدم داستان چیست، چون خیلی خبرها راست به اصطلاح خودمون بیشتر دروغ است که شبکه‌های مزدور مطرح میکنن، آنها را اصلا نگاه نمیکنم. خلاصه که این ویدیو که من زیرش کامنت زدم، کدوم ویدیو رو داره میگه؟ آها، شبنامه اربعین رو داره میگه. شبنامه شب اربعین رو داره میگه. میگه این ویدیویی که من زیرش کامنت زدم یک طرف و بقیه برنامه های شما یک طرف. من شما رو به چشم آدم آشنا فقط در مسائل سیاسی میدونستم، با این ویدیویی که ساختی با شما بیشتر آشنا شدم. باید اقرار کنم در مسائل مذهبی و دینی از خیلی، نه من واقعا ادعایی ندارم در این حوزه. رفیق عزیز من از بچهای افغانستانی از آلمان با پیام داده، چون مسائل مربوط به آخر الزمان رو من اونجا توضیح دادم. ببین مسائل آخر الزمان تخصصیه، من قبلا خیلی راحت درباره مسائل آخر الزمان نظر خودم رو میدادم. تو همون شبنامه مربوط به شب اربعین که خدمت شما تقدیم کردم، که این دوستمون میگه احساس کردم تو حوزه مذهبی اینام نکاتی برای گفتن داری، که ندارم، نکته‌ای برای گفتن ندارم و درس پس میدم خدمت شما، تو همون شبنامه عرض کردم، گفتم آخر الزمانو برید سراغ متخصصش. حالا من اون چیزهایی که به عنوان احادیث بود و گفتم، اونجا ایشم که نظر خودم بود تاکید کردم، گفتم این نظرمه ولی متخصص، مسئله این شکلی رو باید از متخصصش دنبال کرد. من خوشحالم که مورد توجه شما بوده، سعی میکنم اونقدری که در توانم هست، اونقدری که دخالت در کار متخصص در حوزه محتویات و دخالت در حوزه عزیزان دیگری که درک دقیقی دارن نسبت به مسئله دین، اونقدری که دخالت در کار اینها نباشه، حتما موارد دیگری رو بیارم با هم مرور بکنیم، چون احساس میکنم مرور مسائل آخر زمان و اتفاقاتی که بخشش الان مرور میکنیم به ویژه احادیث رو معنا داره. ما احساس میکنیم که با اینا غریبه نیستیم، یا انگار اینا رو یه چیزایی ازش میفهمیم. احساس میکنم این روزها مرور این موارد مهمه، سعی میکنم باسم به یاری خدا بهش بپردازم. خیلی تشکر میکنم که در پیام خودتون به ما انگیزه دادید، ما رو خوشحال کردید و اشاره کردید که این مسئله مورد توجه شما بوده. اجازه بدید بعدی رو ببینیم. بله، یه برنامه داشتیم تحت عنوان تصمیمات غلطی که ایرانی ها باید ازش عبرت بگیرن، مرور کردیم سلبریتی ها و افراد مختلفی که اینا تجربه های تلخی داشتن و اومدن گفتن آقا ما فلان جا ضرر کردیم، فلان جا آسیب دیدیم. این صحبت ها، عزیز دل من، یک رفیقی به من پیام داده گفته سلام آقای تحلیلگر، حالت خوبه؟ اگه ما رو دعا میکنیم ما حالمون خوبه، ما به لطف دعای دوستانمون خوبیم، اگر برای ما انرژی مثبت میفرستید حالمون خوبه. خیلی ممنونم از اینکه احوال من پرسیدیم. میگه دمت گرم با این برنامه‌ای که ساختی. من الان نزدیک 13 سال استرالیا زندگی میکنم، دقیق میفهمم شما و این آقا که داشت صحبت میکرد چی میگید. البته فکر میکنم اکثر ایرانی هایی که مهاجرت کردن و خائن نیستن قبول دارن. البته ببین، حتی اگه بگیم مثلا اونایی که با ما همسو نیستن رو اگر خائن خطاب بکنیم و بگیم اینا خائنن، اینا هم میفهمن حرفای ما چیه. اون الان منفعتش نیست بگه، قبول داری؟ یعنی مثلا بگیم ماها فهمیدیم چه خبر، خائنه نمیفهمه. نه آقا، اونا هم میفهمن چه خبره. اون الان منفعتش نیست بگه. ما یه جایی تو لجبازی میفتیم. من تو بحث یکی از چیزایی که خیلی توی بحث و توی چت و توی مناظره، البته مناظره که تو فضای بحث خودمونی با افراد مختلف سعی میکنم احتیاط بکنم، اینه که یه خورده با طرف میرم جلو، اگه احساس کردم که این تو بحث کم آورده، آقا این الان کم آورد، ولی غرورش یا لجبازیش یا هر چیزی اجازه نمیخواد بره حرف منو بفهمه و بپذیره، من اینجا دیگه رو بس جلو نمیرم، دیگه جلو نمیرم. میگم پیام منو گرفت،
من کوچیکش که نمیخوام بکنم، حالش هم که نمیخوام بگیرم، که آقا پیام رو گرفت، خودش بعدا میره تو خلوت خودش فهم کنه. اینا خیلی هاشون تو این لجبازی با ما گیر کردن، نمیخواد بگه، ولی اونا هم فهمیدن چه خبره. برجد ادامه پیامشون بخونیم، میگه که فکر میکنم خیلی از ایرانیایی که خارج از کشور هستن این حرفای شما رو قبول داشته باشن و بعضی ها هم که خائن هستن یا جزو گروه های جدایی طلب هستن یا گروه های تجزیه طلب که اومده اشاره کرده، گفته اینا احتمالاً قبول نمیکنن، بد و بیراه میدن و فحش میدن. لطفاً پیام من رو بخونید، چون دفعه بعد که نه میخونم پیام شما رو همیشه. آقا مصطفی حجتی دمت گرم، ازت خیلی تشکر میکنم، ممنونم از دوستانی که برای ما پیام میفرستن. پیام شما از سوی من خونده میشه، اگرم توی برنامه بهش اشاره نکنم کامنت ها رو میخونم، میبینم، لذت میبرم، دوستان دیگه هم دارن میبینن. این نکته بود که من باید خدمت شما عرض میکردم، نکته دیگه ندارم، از شما تشکر میکنم. اگر شما پیامی داشتین برای ما ارسال بکنید. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.